میگم یه چیزی میشنفی، حتما باز ببینیش. پس بزرگ شده ماری؟ اون وقتا که با فریدون بازی میکرد همیشه دماغش اینجاش بود. خب باشه، کی بهتر از اون؟ فقط اشکال کار اینه که حیدرخان دخترشو میخواد به یکی بده که عین خودش اسم و رسمدار باشه. پس حرفشم نزن، خودت که فریدونو بهتر از من میشناسی. آره میشه آوردش. چه جوری؟ اونش دیگه با من. پاشو بریم پیش پلوپوزل تا همه چیزو براش بگم. اسمش حسین پاشنم اما عباد بگم. چیه سوتک بول بولی میزنه؟ باشی بدری پده باید هم باشی خیلی خوب باش باید باشی خوب همه دون در اصدادون آذری؟ بله و بلا بله و نجمه همیشه شما یه حرف زده این دادن این خری که تو جل بمونه دا شما هم میمونی. ضمناً میخواستم یه مژده‌ای بهتون بدم، از این به بعد شاگردای اولی هر کلاس این افتخار رو دارن که نوچه خودی من باشم. خیلی ممنون. ای والا تاکرم. خیلی خوب بسید گوش کنین ببینین چی میگم. ضمناً هر کسی هم بی خودی دست بلند کنه دو بعدش رفوزه بشه فوراً مرخصش میکنم بره لا دستی باباش. پس تا آمادگی نداشتین خودتونو کاندیدای جواب دادن نکنین دا. خب حالا کی از همه بهتر میتونه درسشو پس بده؟ حاجی. این کی بود گفت حاجی؟ چرا من نمیبینمش؟ حاجید اینجا زیر پاته. پا اینجا چیکار میکنی بیت چه؟ چی شد؟ حاجید و پا کی اسم نویسی کرده ای که من نفهمیدم؟ اولم بهش من بچه نیستم و از همه اینا گنده ترم. دومم بهش شما فقط از من درس پس میگیری چیکار داری؟ حرفی حسابی جواب ندارید. برو وسط ببینم چیکار میکنی؟ یالا دشمنت استاد بخاک تن بدخواهات خلاک یارو از رو میرسه ایج و پکر هی میگرده پی شر گرد و پچ میکنه وسط کنکوری میخونه وسط نمیخوای کنه بشه پیش جاهلا خجالت بکشه به در میگی دیوار خبردار بشه یه جور میگی که گردنش بار بشه نگاش که افتاد تو چشم گره بزن به ابروه یکی بالا یکی پای ناطقشو پوری بچه همچین نگاش کن چیز خوب وابره زرز شیر داشته باشه جابره. باریکلا خیلی خوب بود، با این قدیه و جوید نسخ گرفتن و خوب یاد گرفته. از امروز بر دست خودمی، حالا را بیفت بریم سری کلاس دیگه، میخوام مبصرت بکنم. بیفت جلو. ز مژگونت زدی تیری به قلبم، پنچرم کردی عجب ای لامروت بی کس و در به درم کردی. تو سر بالایی عشقت به روغن سوزی افتادم، به پایت بیگشتم عاقبت کور و کرم کردی لامروت. واقعا که قربون میرزا والدت بری. مرحوم میرزا والدت مرحوم شده؟ خدا رحمتش کنه. نکنه در دستی صدای تو دق کرده از مردی که آخه این چه جور خوندنی است؟ تو داری غزل میخونی یا عربده میکشی؟ در هر حال بازم باید تمرین کنی. بله اینجوری بله. فایده ای نداره. حالی بله فهمیدم. ازدست یه سوال بکنم. بنابینه
اگه با تیغ شارک و دم کارت بگیریم عبد یا اعدام؟ جون به جونتونم تیغ کشی، پدری پدر سوخته دم تیغ کش بودست. اصلا تو به درد این کار نمیخوری دیگه، نبینم این طرف آفتابی بشی. یالا هر ری برو بینم. اولندش که خودم نوکرتم شاکره، دومندش که به خدمت به علی حاضرتم. مردم مردون قدر راست بگیر، کار ما نیست که سر را بکشونیم به زیر. پاشن یک کفش خوابیده، سیبیلا تابیده، کلا رو رو برا کن، نقابش رو نگاه کن. را رفتنت باید پریبت باشه، به جون مردو که قیومت باشه. قدمو تون نکن، خیلیم کون نکن، دستا رو نیمه وا کن، گاهی به چپ گاهی به راست نگاه کن. آنش زیادی است ولی رو هم رفته تعریفی نداشت. خب ما از ریخ تا پاشازی یاد میکنیم، قبولی؟ آره پاتی باشه. الهی فداد بشم اوتا، اجازه بده من قربونت برم. باشه منم روزی عیدی قربون خبرت میکنم. باشه آره. فعلا بریم سر کلاس های بعد. یالا بریم. بله همینجاست، برو تو در تو برو، من پشت سر تارو نکن دیگه، برو تو. دیروز سفری سفری گدای خودمون سر زهری اومدش در خونمون، وای وای خاک تو گور چی کار کرد، اونقدر دم خونه هوار هوار کرد تا همه همسایه ها رو بیدار کرد. وای خودشون چقدرم خشه میشم، این میگفت بیا بریم دوا خوری یک کمی هوا خوری. خلاصه رفتیم و رفتیم تو یه کافه ای نشستیم، چه همکلاسه نازی، هفتش تا پنج سیری یک پا قطار کرد، من یه جفت باقیشو اون زهره مار کرد. وای 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 خاک تو گور چی کار کرد، درد سرت نمیدم، باقی داره نمیگم. وای اوستا جون چه نازی، بگو بینم اسمت چیه؟ مهتی. هر کسی اسم رو گذاشته از خوب گذاشته اونجا رو اوستا به نظرم اومدن اسم ریسی. من شما به خوشکلان تعلیم میده خفه. یا بریم اینم چی کار دارن؟ حتما بازوشن، حتما قبول میکنه، خیالت راحت باشه. اومد سکینه جون توی؟ بله تو رفته شوهر به جوری عروس آورده؟ یا که اتفاقا بد چیزی هم نیست، شیطونه میگه استعدادشو محک بزنم ببینم چطوره. اگه بخوای به حرف شیطونه گوش کنی ها کلات پس ملکت اوستا جونه. خواه ببخش از با آدم تر اینجا کسی نبود؟ خبه حسین آقا خانمو میشنسی؟ چشمم کور بشه دیگه ایشونو دیده باشم، ولی بد چیزی هم نیست. خودمونیه؟ سرم کنم فرمون خانو یادتی؟ خب بله کیست که فرمون خان یادش نباشه؟ کیه؟ خب اردست خانم زن مرحوم فرمون خانی. ای داده بیداد، دیدی چه غلطی کردم؟ خدا رو شکر که طرف زنده نیست. آره شکر خدا بیامرزدش، خدا رحمتش کنه. بعد از اینکه پسردار شد و قلاف کرد، دشمناش شب و روز مواظبش بودند و کمین کرده بودند، تا اینکه یه شب تو پاشنه در زورخونه حسن ساچمه از پشت به نامردی زدندش. نامردا راستی از پسرش چه خبر؟ حالا لابد برا خودش یلی شده سا، خیلی دلم میخواد ببینمش. دست به دلم نذاریم که دلم خونه. دشمنت دلش خون باشد زن، غمت چی چیست؟ چه غمی از این بالاتر که بچه ی آدم هیفی بشه. هیفی؟ هیفی دیگه چجور مرضیه؟ مرض چیه؟ گوشاتو خوب وا کن. دید نزه نوچه. بله برمونی قد و بالات برم، خودشون میفرمان هیفی گرفته، گیسشو بلند کرده، ریش بزی گذاشته، خلاصه خودشو عین زران درست کرده. جلال خالق این دیگه چجور مرضیه؟ میگم آواجی خانوم، اگه پستون مستونم در آورده سا، بهتره زودتر ببرندش پیش حکیم و خلاصش کنی. دکتر شمایی؟ دکترش منم؟